یک روز پس از درگیری‌های خونین قاهره، میدان رابعه ادبی در شرق این شهر آرام به نظر می‌رسد و طرفداران اخوان المسلمین همچنان به تحصن اعتراضی خود ادامه می‌دهند. حامیان آقای مرسی از دو هفته قبل که ارتش رئیس جمهوری مصر را سرنگون کرد، این میدان را به مرکز تجمع خود تبدیل کردند. این افراد اقدام ارتش را کودتایی علیه دولت قانونی مصر می‌دانند. یکی از آنها میگوید این یک جنایت سازمان یافته است. آنها در برابر ساختمان گارد جمهوری برادران ما را میکشند و ادعا میکنند که مورد تهاجم واقع شدند. آنها دائما این کار را تکرار میکنند. دوشنبه شب پلیس ضد شورش در اطراف میدان تحریر با پرتاب گاز اشکاور به سوی حامیان محمد مرسی تلاش کرد که آنها را متفرق کند و با آنها درگیر شد. در جریان این درگیری‌ها که در اطراف پل ششم اکتبر رخ داد، دست کم 7 نفر کشته شدند و بیش از 250 نفر مجروح.